به شما شنوندگان عزیز. شما شنونده رادیوی جهانی پارس هستید. در این قسمت برنامه کلیسا و شما پخش خواهد شد. خوشحال می شویم در طول پخش این برنامه با ما همراه شوید. با سلام و درود خدمت شما شنونده عزیز برنامه راه زندگی، جلسه عبادتی این ساعت رو آغاز میکنیم. به کلیسای رادیویی ما خوش آمدید. شما که خدا را دوست دارید و میخواهید او را بهتر بشناسید، به محفل پیروان عیسی خوش آمدید. کلام خدا میگوید ای تمامی روی زمین خداوند را آواز شادمانی دهید، خداوند را با شادی عبادت نمایید و به حضور او با ترنم بیایید. بیایید ما هم سرودی بشنویم و از این طریق او را با شادی عبادت نماییم. اگه من زنده هستم، اگه من زنده هستم، نز جانیست که میرود ز دستم، به فیض اوست همیشه زنده هستم، خدا را میپرستم، خدا را میپرستم. اگه آواره هستم به غربتگر نشستم، نه در زنجیر نکبت بسته هستم، به لطف عشق او آزاد هستم، خدا را میپرستم، خدا را میپرستم. اگه یک تا پرستم، اگه یک تا پرستم، نه این که سنگ و بت را می پرستم، با آن عهدیست که من با او ببستم، خدا را می پرستم، خدا را می پرستم. هللویا هللویا
بعد از داوود پادشاه که نویسنده کتاب مزامیر است، پسرش سلیمان به سلطنت رسید که در حکمت و ثروت و دانش زمان خود بی همتا بود. این نبی بزرگ تجربیات و پندهای حکیمانه خود رو در کتابی با نام امثال سلیمان نوشته است. از باب هشتم این کتاب 21 آیه اول رو برای این قسمت از برنامه راه زندگی انتخاب کردیم که بسیار غنی و پربرکت. از همکارم خواهش میکنم که این آیات رو برامون بخونه. آیا حکمت ندا نمی کند و فطانت آواز خود را بلند نمی نماید؟ به سر مکانهای بلند، به کناره راه، در میان تریخها می ایستد، به جانب دروازه ها، به دهنه شهر، نزد مدخل دروازه ها صدا می زند که شما را ای مردان می خوانم و آواز من به بنی آدم است. ای جاهلان زیرکی را بفهمید و ای احمقان عقل را درک نمایید. بشنوید زیرا که به امور عالیه تکلم می نمایم و گشادن لبهایم استقامت است. دهانم به راستی تنطق می کند و لبهایم شرارت را مکروه می دارد. همه سخنان دهانم برحق است و در آنها هیچ چیز کج یا معوج نیست. تمامی آنها نزد مرد فهیم واضح است و نزد یابندگان معرفت مستقیم است. تأدیب مرا قبول کنید و نه نقره را، و معرفت را بیشتر از طلای خالص، زیرا که حکمت از لعل‌ها بهتر است و جمیع نفایس را به او برابر نتوان کرد. من حکمتم و در زیرکی سکونت دارم و معرفت تدبیر را یافتم. ترس خداوند مکروه داشتن بدی است، غرور و تکبر و راه بد و دهان دروغگو را مکروه می دارم. مشورت و حکمت کامل از آن من است. من فهم هستم و قوت از آن من است. به من پادشاهان سلطنت می کنند و داوران به عدالت فتوا می دهند. به من سروران حکمرانی می نمایند و شریفان و جمیع داوران جهان. من دوست می دارم آنانی را که مرا دوست می دارند و هر که مرا به جد و جهد بطلبد مرا خواهد یافت. دولت و جلال با من است، توانگری جاودانی و عدالت. ثمره من از طلا و زر ناب بهتر است و حاصل من از نقره خالص. در طریق عدالت می خرامم در میان راه های انصاف، تا مال حقیقی را نصیب محبان خود گردانم و خزینه های ایشان را مملوف سازم. مسیحا در تو جانم شادی کنم، تو را در تنگی میخوانم، هر روز سرودی تازه میسرایم، تویی امید حیاتم. با من باش، با من باش، با من باش خدا من.
جان را به دستت سپردم. صدایت به گوشم میرسد عیسی، چون خوانی مرا میآیم، دائم مرا در حضورت نگهدار تا ابد تو را ستایم. با من باش، با من باش، جناب کشیش یوحنا در استودیوی ما هستند و پیامی رو برامون آماده کردند با عنوان یک خدا یک شفیع. اگر تشنه کلام خدا هستید و می‌خواهید پیغام او را بشنوید، به پیام این ساعت کشیش یوحنا توجه کنید. زیرا که این نیکو و پسندیده است در حضور نجات دهنده ما خدا، که می‌خواهد جمیع مردم نجات یابند و به معرفت راستی گرایند. زیرا خدا واحد است و در میان خدا و انسان یک متوسطی است، یعنی انسانی که مسیح عیسی باشد، که خود را در راه همه فدا داد شهادتی در زمان معین. از کتاب اول تیموتائوس باب دوم آیات 3-6. 1. اولین نکته در این آیه این است: خدا می خواهد جمیع مردم نجات یابند و به معرفت راستی گرایند. بنابراین هیچ ملتی در دنیا نمی تواند ادعا کند که خدا آنان را بیشتر از دیگر ملت ها دوست دارد و یا آنها فقط محبوب خدا می باشند، چون که همه به وسیله یک خدا خلق شدند و نزد خدا طرفداری نیست، بلکه خدا تمام جهانیان را دوست دارد. شاگردان عیسی مسیح در ابتدا چنین فکر می کردند که نجات یافتن از گناهان توسط فدیه مسیح منحصر به یهودیان می باشد. اما بعد از اینکه عیسی مصلوب شد و از مردگان برخاست، به این اشتباه خود پی بردند، چون که عیسی مسیح به آنها فرموده بود در تمام عالم بروید و جمیع خلائق را به انجیل موعظه کنید. هر که ایمان آورده تعمید یابد نجات یابد، اما هر که ایمان نیاورد بر او حکم خواهد شد. یکی از حواریان عیسی مسیح به نام پتروس وقتی که وارد خانه افسر رومی به نام کورنلیوس شد چنین گفت: فی الحقیقه یافتم که خدا را نظر به ظاهر نیست، بلکه از هر امتی هر که از او ترسد و عمل نیکو کند نزد او مقبول گردد. همچنین پولس که خود یهودی الاصل و در دین خود بسیار متعصب بود، او نیز از طرف عیسی مسیح مأموریت یافت که خبر نجات بخش انجیل را به همه ملت‌های غیر یهود بشارت بدهد. بلی، نزد خدا طرفداری نیست. خدای واحد حقیقی به انسان آزادی انتخاب عطا فرموده تا هر کس با اراده خودش عیسی مسیح را به عنوان منجی قبول کند. همین خدا در مسیح مرتب انسان را سوی خود دعوت می کرد، چنان که عیسی مسیح فرمود: بیایید نزد من ای تمام زحمت کشان و گران باران و من شما را آرامی خواهم بخشید. در جای دیگر فرمود: من نان حیات هستم، کسی که نزد من آید هرگز گرسنه نشود و هر که به من ایمان آورد هرگز تشنه نگردد. اراده خدای حی برای همه مردم دنیا یک چیز است: نجات آنها از گناه توسط عیسی مسیح. اما شرط اصلی این نجات مهم تصمیم هر شخص است.
هر کس به تنهایی باید قاطعانه تصمیم بگیرد که آیا می‌خواهد از گناهانش آزاد شود یا نه. در صورت رد این نجات عظیم، انتظار هولناک داوری خدا می باشد. مسیح در این مورد فرمود: من نور عالم هستم، کسی که مرا متابعت کند در ظلمت سالک نشود، بلکه نور حیات را یابد. یوحنای رسول با الهام روح خدا چنین می نویسد: آن که به او ایمان آرد بر او حکم نشود، اما هر که ایمان نیاورد الان بر او حکم شده است. بعد از آزادی انسان در انتخاب و تصمیم قاطعانه او برای رهایی از گناهان، نوبت به تشنگی شخص برای شناخت راستی و حقیقت می رسد. منظور از تشنگی روحانی برای رسیدن به شناخت راستی این است که شخصی عاشقانه و مصرانه جویای حقیقت باشد. ادیان و مذاهب دنیا با تمام سعی و کوشش خود نتوانستند تشنگی روحانی پیروان خود را برطرف سازند، چرا که از یک طرف آنها همیشه در وجودشان احساس خلأ می کنند و از طرف دیگر مطمئن نیستند که مورد قبول خدا هستند. اما مسیح صریحاً فرموده است: کسی که نزد من آید هرگز گرسنه نشود و هر که به من ایمان آرد هرگز تشنه نگردد. خدا در مسیح فرمود: من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس نزد خدای پدر جز به وسیله من نمی آید. مسیح انسان را تشویق می کند و می فرماید: سؤال کنید که به شما داده خواهد شد، بطلبید که خواهید یافت، بکوبید که برای شما باز کرده خواهد شد. بلی، خدای پدر می خواهد که جمیع مردم حقیقتی که فقط در عیسی مسیح نهفته است بشناسند، که از گناه و تمامی عواقب آن رهایی یابند. دومین نکته در این آیه این است: زیرا خدا واحد است و در میان خدا و انسان یک متوسطی است، یعنی انسانی که عیسی مسیح باشد. از زمانهای بسیار قدیم، چون انسان خود را خیلی گناهکار و دور از خدا می دید، بنابراین در صدد جستجوی متوسطی بود که محبوب خدای عظیم باشد، تا بتواند توسط او خود را به خدا نزدیک سازد و یا تقاضایش را به گوش خدا برساند. اما هرگز آن میانجی را نیافت. اکثر مردم دنیا بر این باورند که گرچه راه‌های ادیان شناخته شده جهان با یکدیگر فرق دارند، اما سرانجام مسیر همه آنها به یک جا ختم می‌شود، یعنی به خدای یکتا. اما همانطوری که خدا یکیست، راه رسیدن به او نیز یکی می باشد. عیسی مسیح خود را هم تنها راه رسیدن به خدای پدر و هم یگانه شفیع عالمیان معرفی کرد، چون که او از یک طرف خدا و از طرف دیگر انسان کامل و بیگناه بود. خدا برای سه هدف زیر خودش را در جسم مسیح ظاهر کرد: یک، تا انسان را از دست گناه آزاد سازد، دو، تا قدرت شیطان را شکست دهد، سه، تا میانجی بین خالق و مخلوق شود. عیسی مسیح گناهان مردم را می‌آمرزید و هر گونه مرضی را شفا می‌داد و با شهامت و صراحتن می‌فرمود: هر کس که مرا دید خدای پدر را دیده است، من و پدر یک هستیم. همچنین عیسی مسیح خودش را متعلق به این دنیا نمی دانست. او فرمود: زیرا از آسمان نزول کردم، نه به اراده خود عمل کنم، بلکه به اراده فرستنده خود. سپس به شکست شیطان اشاره کرده فرمود: الحال داوری این جهان است و الان رئیس این جهان یعنی شیطان بیرون افکنده می شود. و مسیح عیسی با مرگش بر صلیب قدرت شیطان را تباه ساخت و اینک او به دست راست خدای پدر نشسته برای ایمانداران شفاعت می کند. ممکن است کسی بگوید: هرچه از خدا خواستم به من داده شده است، در صورتی که عیسی مسیح را نمی شناختم. بلی، هر کس می تواند با دلی پاک از خدای مهربان تقاضا کند و دریافت نماید.
اما تاکنون هرگز دیده و یا شنیده نشده که کسی بتواند با خواهش و تمنا از خدا بخواهد از قدرت گناه آزاد شود و یا اطمینان نجات کامل از گناهان را یافته باشد. بدین معنی که این شخص تا آخر عمر احساس گناهکار بودن ننماید. عیسی مسیح فقط برای مادیات نیست که شفاعت می کند، بلکه جهت تقدس ایمانداران به خود نیز. کلام خدا چنین می گوید: الان او را که قادر است که شما را از لغزش محفوظ دارد و در حضور جلال خود شما را بی عیب به فرحی عظیم قائم فرماید، یعنی خدای واحد و نجات دهنده ما را، جلال و عظمت و توانایی و قدرت باد الان و تا ابدالآباد. آمین. 3. در قسمت پایانی این آیه می‌خوانیم: عیسی مسیح خود را در راه همه فدا داد، شهادتی در زمان معین. منظور این است که با انجام دادن تشریفات و مراسم مذهبی شخص نمیتواند مقبول خدا واقع گردد، زیرا گناهی که همچون سرطان تمام وجود شخص را پر کرده و او را اسیر خود ساخته ابتدا باید خارج شود، پاک شود تا خدا او را بپذیرد. کلام خدا چنین میگوید: ما را نیز که در خطایا و گناهان مرده بودیم با مسیح زنده گردانید، زیرا که محض فیض نجات یافته اید. دوست گرامی، عیسی مسیح گناهان و مرضهای شما را بر صلیب برداشته است. او جانش را به خاطر نجات شما فدا کرده تا شما را از سرگردانی و بدبختی برهاند. اگر می خواهید آمرزش گناهان و نجات ابدی را به دست آورید، کافیست چنین دعا کنید: ای مسیح، بیا به قلبم و مرا از گناهان آزاد کن. با تمام وجودم به تو ایمان دارم و می دانم صدایم را می شنوی، زیرا بر صلیب مردی ولی 3 روز بعد زنده شدی و حال زنده ای تا ابد. به نام خودت طلب کردم. آمین. امیدواریم این برنامه باعث تشویق و بنای زندگی شما عزیزان شده باشد. شما می توانید از طریق شماره واتساپ 2031-638-9898-98 تکرار می کنم 2031-638-9898-98 و همینطور ایمیل آدرس wrpersian@gmail.com با ما در تماس باشید. همچنین می توانید برنامه های رادیوی جهانی پارس را در وبسایت www.persianworldradio.com دنبال کنید. خوشحال می شویم نظرات، پیشنهادات و همینطور سوالات خودتون رو در مورد این برنامه با ما در میان بگذارید. در همه جا مردمان نیاز دارند، نور دهی، نور دهی، جانهای بسیار مشتاق نجاتند، نور دهی، نور دهی، نور دهی. از مکادونی فریادی آید، نور دهی، نور دهی، گم شده زیر صلیب آرید، نور دهی، نور دهی، نور دهی، با انجیل عیسی در تمامی عالم تابانید، نور سماوی را جهان
بسازی. دعا کنی فیض هر جا جاری شود، نور دهی نور دهی، روح خدا بر مردم نازل شود، نور دهی نور دهی نور دهی، با انجیل عیسی در تمام سازی. با مهر مسیح پر شویم، بکوشیم نور باشیم نور باشیم، بهر تاجمان مروارید جمع کنیم، نور باشیم نور باشیم، نور دهیم با انجیل عیسی در تمامی عالم، جهان را روشن سازی. اینجا رادیوی جهانی پارس است. شما می توانید برنامه‌های ما رو در وبسایت persianworldradio.com دنبال کنید.